رابیانوف طراح مشهور جهان کسی است که لوگوی اپل را هم طراحی کرده است. او در این باره میگوید که مقداری سیب خریدم و در یک کاسه ریختم. یک هفته وقتم را صرف طراحی از روی آنها کردم. او بعد از یک هفته یکی از سیب‌ها را گاز می‌زند که به انگلیسی گاز زدن یعنی بایت. او ناگهان به ذهنش می‌رسد که بایت یعنی گاز زدن بسیار شبیه اصطلاح رایانه‌ای بایت است. بنابراین او لوگو را اینگونه ترسیم می‌کند. باور کردن این سخت است، اما پپسی بیش از 1,000,000 دلار برای ساخت این لوگوی ویژه با معانی مخفی هزینه کرده است. این طراحی ویژه به مضامین مرموز و پنهانی اشاره دارد. موضوعاتی مانند میدان مغناطیسی زمین، فنگشوی، فیثاغورس، ژئودینامیک و حتی نظریه نسبیت و نسبت طلایی. رنگ‌های قرمز، سفید و آبی این لوگو همیشه نشانگر پرچم آمریکا بودند. اما اگر لوگو را به چرخانید، نام پپسی به ایز دد تغییر می‌کند. یعنی آیا مرد؟ البته این دد کمی با این دد فرق می‌کند. این دد برای شوخی کردن استفاده می‌شود. برای مثال، شما می‌دانید که کسی زنده است و دیگران فکر می‌کنند که او مرده است. شما با شوخی می‌پرسید مرده؟ به هر حال هرچه بیشتر نوشابه بنوشید زودتر خواهید مرد. حتما تا به حال با خود فکر کرده اید که این دختر زیبا در لوگوی استارباکس چه مفهومی میتواند داشته باشد؟ هرچند که گفته می شود او یک پری دریایی است، اما ماجرای اصلی به سال 1971 برمی گردد، زمانی که استارباکس برای اولین بار این لوگو را طراحی کرد و این دختر را در این لوگو قرار داد. اما این دختر کیست؟ در دهه 7 میلادی پادشاه الیانس در آلبانی با زنی به نام پرسینه ازدواج می کند که گویا این زن انسان نبوده است. حاصل ازدواج آنها دختری زیبا می شود به نام ملوسین. ملوسین در سنین نوجوانی پدر خود را در کوهستان می کشد. سپس مادرش او را طلسم می کند که هر هفته شنبه ها از کمر به پایین تبدیل به مار شود. بله، این دختر که در این لوگو می بینید همان ملوسین است. اما این لوگو طی سالها تغییر کرده است. سال 1971 و اکنون یعنی سال 2020 اینگونه است و اما سال 2023 اینگونه خواهد بود. همانطور که میبینید دخترک نزدیک و نزدیکتر میشود، گویی که از دایره خارج میشود. و البته این لوگو در سال 2031 اینگونه و در سال 2045 اینگونه خواهد بود. در تصویر لوگوی مسابقات اتومبیل‌رانی فرمول 1 را می‌بینید. در تصویر حرف F دیده می‌شود با نوار قرمز رنگی که نماد گرافیکی سرعت است. اما اگر دقت کنید می‌بینید که بین F و نوار قرمز رنگ عدد 1 هم قرار دارد. تابلرون یک شرکت معروف شکلات است که در برن سوئیس قرار دارد. این شهر به عنوان شهر خرسا نامیده می شود و به همین دلیل است که این شرکت هم در لوگوی خود یک عدد خرس طراحی کرده است. غالبا تصور می شود که قسمت مرکزی آرم BMW مطابق با تاریخ اولیه شرکت فناوری حمل و نقل هوایی نماد تیغه‌های چرخنده یک هواپیما است. اما در واقع این فقط بخشی از پرچم باواریا است. باواریا نام منطقه‌ای در آلمان است که این شرکت در آنجا قرار دارد. بیشتر مردم فکر می‌کنند که لوگوی هیوندای حرف اول نام این کمپانی کره‌ای یعنی H است. اما در واقع این نماد دو نفر، مشتری و نماینده شرکت است که دست همدیگر را به عنوان وفای به عهد می‌فشارند.
در نگاه اول به نظر می‌رسد که آرم آمازون چیز خاصی نیست، اما این لوگو با توجه به فلسفه این شرکت طراحی شده است. فلش نارنجی شبیه لبخند است، زیرا این شرکت می‌خواهد مشتریانش راضی باشند. این فلش همچنین از حرف A به Z کشیده شده است، یعنی از اولین حرف آلفابت انگلیسی به آخرین، با این اشاره که این شرکت تمامی اجناس ممکن را می‌فروشد. در تصویر لوگوی باغ وحش برانکس نیویورک را می‌بینید. دو زرافه و سه کبوتر در این لوگو جای داده شدند که با باغ وحش همخوانی دارند. اما اگر با دقت بیشتری نگاه کنید متوجه خواهید شد که آسمان خراش‌های معروف نیویورک هم در این لوگو قرار دارند. سپاسگزارم که با من همراه بودید. لطفاً برای دریافت ویدیوهای بیشتر از ما بر روی دکمه سابسکرایب بفشارید.